بریم خیلی سریع و خونگی این سطح زبر روی منیفولد رو به این سطح جلا داده زیبا تبدیل بکنیم. سلام به همه رفقای عزیز، با آموزش پرداختکاری یا همون جلا دادن منیفولد های فلزی در خدمت شما هستیم. برای پرداخت یا همون پولیشکاری منیفولد های فلزی نیازه که منیفولد هوا خام باشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ سنسوری روش بسته نباشه و از طرفی منیفولد رنگ نشده باشه. اگه توی تصویر ببینید، من یه منیفولد فلزی زانتیا 2000 اینجا دارم که رنگ شده. اگه میخوایم این سری منیفولد ها رو با این رنگ پرداخت کاری و پولیش کاری کنیم، باید با مواد رنگ بر اون رنگ روش رو کامل در بیاریم و این شکلی این منیفولد باید خام بشه، یعنی شکل خود آلومینیوم و رنگ خود آلومینیوم روش باشه تا بشه یه سری از حرکت ها رو روش اعمال کرد. برای پرداخت کاری و پولیش یه منیفولد فلزی ما نیاز به یه سری ابزار داریم. مهمترین اون ابزار چی هستش؟ سنگ فرز یا سنگ رومیزی رو نیاز داریم، برای اینکه اینا دور بالاتری دارن و کار رو سریعتر انجام میدن. بعد از اون نیاز به یک نمد یا گیلانس نمدی داریم که در واقع یه لایه کتان فشرده شده به همه، بهش میگن نمدی. نیاز داریم به تبدیل پشت کرکی سنگ فرز یا سنگ رومیزی. این قسمتش چون یه مقدار حالت چسبی داره، اون پد یا اون گیلانس دقیقا روی این قرار میگیره و خیلی راحت میتونیم سنباده کاری بکنیم یا پرداخت کاری رو انجام بدیم. بعد از اون نیاز داریم به دستمال کاغذی یا پنبه یا یه پارچه تمیز، مثل این دستمال میکروفایبر که تمیز باشه. نیاز داریم به پولیش ماشین که من جلاسنج رو برداشتم چون همین دم دستم بود. اگه بخوایم خیلی براق بشه، یه صابون آبی رنگ این شکلی داره که تقریبا 100-120 تومن قیمتشه، اما من گیر نیاوردم هرچی گشتم. شما با همین جلاسنج میتونی کار رو تا حدودی در بیاری. بعد از این نیاز داریم به پد پشم گوسفندی یا همون پد پشم بره. بعد از همه اینها شما نیاز داری به سنباده پشت کرکی، همچین حالتی داره و دقیقا میچسبه روی این تبدیل سنگ فرز این شکلی و موقع درآوردن هم این صدا رو میده. اینو بهش میگم پشت کرکی. منتها سنباده P400 پشت کرکی رو من گیر نیاوردم، اومدم از سنباده P180 استفاده کردم. دقیقا همین پشت کرکی رو گذاشتم روی این قسمت، گرد برشش زدم و اومدم با یه مقدار چسب دو طرفه اینو بستمش روی این قسمت پد و با همین کل کار رو سنباده زدم. اونایی که حالا سنباده پشت کرکی گیر نیاوردن، گرد میتونن اون سنباده مورد نظر رو برش بزنن، پشتشو با یه مقدار چسب دو طرفه بزنن و بعد بزنن روی این پد. به راحتی میچسبه و کارتون رو میتونید انجام بدید. برای این حرکت آخر شما نیاز داری به چسب دو طرفه، زیادم نمیخوای، یه 20 سانتی. یه نکته در مورد سنباده اینجا هست که باید گفته بشه. اگه دقت کنید به پشت این سنباده ها، اینجا نوشته P80 رو میبینید، اما به این قسمت که دقت میکنید P180 و کلا همینجوری اعدادشون فرق میکنه. حالا کدوم اینا رو ما باید استفاده بکنیم؟ شما میای از سنباده فلز P400 استفاده میکنید، رنگ قرمز یعنی برای فلز و پشتش هم نوشته P400 رو داره. حالا تفاوت اینا چیه؟ وقتی میگیم P400 یعنی این درصد زبریش کمه، اما هرچی عدد کم میشه میشه P80، یعنی درصد زبری زیاده و وقتی این درصد زبری زیاد ما بکشیم روی اون منیفولد با آلومینیوم، اون سطح رو عمیق شخم میزنه و کلن با پولیشکاری هم اون خطا رفع نمیشه. برای همین میایم از سنباده های P400 استفاده میکنیم، چون اون دیواره ای که داره خیلی نازکه و کلن سنباده زیاد زبر نیست، یه لایه خیلی نرم از روی اون منیفولد بر میداره و همین باعث میشه ما بتونیم توی پولیشکاری اون خطای ریز رو از بین ببریم. اگه سنباده P400 هم گیرتون نیومد، با همون سنباده 200 یا P180 شما میتونید کارت انجام بدید با همون ترفند چسب زدنی که بهتون گفتم. اما لایکش کنید و بریم سراغ پرداخت کاری منیفولد فلزی. اولین مرحله اون سنباده P400 رو یا P180 رو، اگه P400 بود بهتر، اگه نبود P180، میبندیمش سر سنگ فرز یا سر اون سنگ رومیزی و میریم برای سنباده زدن سطح منیفولد.
این کاری که من الان انجام دادم بهش میگن سنباد زنی یا کلن زیر کارمون رو صاف کردیم و درست کردیم. حالا با یه پارچه که باید خیسش بکنیم با آب گرم خیلی سریع روی کل این قسمت هایی که سنباد زدیم باید بکشیم. ببینید اینا همون براده های سنباده هست که جا مونده روی سطح و پخش نشده، مثل این قسمت اینا پخش شده، اونا مونده سر جاش. اینا رو پاک میکنید. بعد از اینکه کلن سطح رو تمیز کردیم، این قسمت هایی که سنباده یا سنگ زنی کردیم رو تمیز میکنیم. همونطور که گفتم میریم سر نصب نمد یا همون گیلانس نمدی روی سنگ فرز و پولیش ماشین رو میاریم توی کار. سعی کنید کار رو خیلی سریع انجام بدید، چون بلا فاصله این لایه هایی که ایجاد شده روی منیفولد چربی میگیره به خودش. سعی کنید یه مقدار خیلی کم پولیش روی گیلانستون بزنید، اما اگه سطح زیاد و گسترده بود مثل الان، یه نمه خیلی در حد همین اندازه بمونه، چون هرچی که جمع بشه روی این گیلانس میماسه. خیلی آروم توی کل منیفولد این قسمت ها رو باید اینجوری پخششون کنید. با همون سنگ فرز یا همون گیلانس نمدی که این باشه کل سطح رو آروم آروم میگیریم و این مرحله یه مقدار زمان بره. خب الان این تیکه رو من 3 دست پولیش زدم. تفاوتش رو ببینیم با هم. ببینید این تیکه که من الان مشخص هستم پولیش بیشتری خورده و نور اینجا بهتر. توی این تیکه که یه مقدار هنوز ماته، منو میبینید و دوربینم هست، هنوز یکم ماته. 1-2 دست پولیش دیگه میخواد برای اینکه عالی عالی و آینه بشه. این 2 دست باقی مونده سعی کنید پولیشو که میزنید با یه پاتون یا از یه نفر بخواید که این قسمت منیفولد رو نگه داره و شما زمانی که نمدی یا همون گیلانس نمد رو میگیرید یه مقدار فشار رو بیشتر کنید. حرارتی که ایجاد میکنه سری پولیشو سیاه میکنه، اما خب باعث میشه اون اینرسی که ایجاد میشه بین این دوتا پولیش سریتر به خورد این منیفولد بره و سریتر براق و شفاف بشه. بعد از اون چند دستی که زدیم، حالا من 7-8 دست زدم ولی خب آروم بود، زیاد فشار نیاوردم به سنگ. شما میایید توی دست آخر با اون پد یا همون پد پشم گوسفند یه مقداری پولیش رو روی این سطح میزنی، یه مقدارم روی خود منیفولد و بعد شروع میکنی به صیقل دادن و کلن پولیش زدنش تا جایی که این براق و شفاف بشه.
همونطور که گفتم همه چیز بستگی به این پولیشه داره. اگه اون پولیش آبی بود کاتش چون بالاتره یه مقداری آینه تر میشد، ولی با همین پولیش هم تا حدودی میشه نزدیک بهش در آورد، ولی خب در اون حد نمیشه، یه مقداری کمتره. خب بعد از اینکه پولیش کردیم به همچین حالتی براده ها یا همون پلیسه های مونده روی کار در اومد، باید دستمال دوباره تمیز میکنیم و کلن میبینیم که نتیجه کار چجوری بوده. همونطور که میبینید تا حدودی تمیز شده و اینم منم که این کار انجام دادم. این بافت بالا و پایینی که میبینید بافت اصلی منیفولده، این بافت سنباده خورده است و وقتی بیایم این بالا این بافت پولیش خورده است. تا حدودی زیبا شده اما خب جای کار داره. تمام نکاتی که در مورد پولیش کردن منیفولد های فلزی گفتم در مورد انواع دریچه گاز و کلن قاب های سرسیلندر هم صدق میکنه، چون اونا هم آلومینیومه. از طرفی شما میتونید دهانه ورودی دریچه گاز رو و خروجی اون که به سمت منیفولد قرار میگیره رو به همین روش پولیش بزنی تا یه مقدار کثیفی کمتری توی این دهانه ها چه ورودی چه خروجی جمع بشه. از طرفی پولیش کردن خود منیفولد های فلزی به علت اینکه اون لایه زبری که نشونتون دادم توی این منیفولد ها هست، چون آلومینیوم ریختگریه، دست مکانیک اگر روغنی باشه ردش میمونه. خب توی منیفولد های زانتیا هم دقیقا همین جوریه، کلن منیفولد های فلزی این جوریه. شما زمانی که پولیشش میکنی حتی اگه رد روغن هم روش بمونه با یه پارچه و مواد شیشه شوی و کلن یه باد گرفتن خاک و کلن هرچی که روش باشه تمیز میشه. هرچی هم شما پولیش بیشتری بزنی و با اون گیلانس نمدی که عرض کردم روی کل منیفولد بگیری، خب شفافیت بیشتری به شما میده. برای این ویدیو زحمات زیادی کشیده شده، حتما 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 با لایکاتون از ما حمایت کنید. خلاق و پرنرژی باشید.